راه زندگی، برنامه ای از دکتر فرناز زنده‌دل، روانشناس بالینی. شنوندگان عزیزم، شبتون خوش. امیدوارم تندرست و توانا باشین. برنامه امشب راجب مدیریت خشم هست که به طور زنده پخش میشه. خطهای تلفن باز هستن، میتونین تماس حاصل کنین و سوالها و نظرهای خودتون رو با من در میون بذارین. شماره استودیو هست 323-512-7264. یه بار دیگه تکرار میکنم، 323-512-7264. برنامه های من سه شنبه و چهار شنبه ها ساعت 9 شب پخش میشن. برنامه های رادیوییم و برنامه های تلویزیونیم یک شنبه ها 10:30 صبح به طور زنده پخش میشن و باز پخش برنامه دوشنبه شب ها 10:30 و چهارشنبه بعد از ظهرها ساعت 6:30 هست. ممنون از تلفن هاتون. شرمنده نشده خیلی از تلفن ها رو پاسخ بدم که تا آخر این هفته حتما با یکایکتون تماس میگیرم. برای گفتگوی محرمانه برای عزیزان شماره من هست 310-801-0544. خب شنوندگان، مدیریت خشم به معنای پنهان کردن عصبانیت در درون یا سرکوب کردنش نیست. وقتی فرد به نحو مناسبی به خشم مواجه میشه، حتی میتونه احساس توانمندی و قدرتمندی بکنه. بخش فیزیولوژیک و بیولوژیک خشم در مغز انتقال امواجی است که از مرکز عواطف تا سطح یا کورتکس مغز موجب آگاهی و رفتار حل خشم میتونه بشه. این فعل و انفعال با سرعت چند ثانیه اتفاق میافته و کسانی که فرصت کافی به این فعالیت مغزی نمیدن، کسانی هن که خشمشون رو با واکنش های انفجاری یا اکسپلوسیو نشون میدن. کسی که خشمش به خشونت منجر میشه میتونه صدمه جسمی، روانی به خودش و دیگران بزنه. اینو در نظر بگیرین که ابراز خشم وقتی کمی آرام بشین با جمله هایی که با من شروع میشه میتونه سازنده باشه. مثلا من عصبانی میشم وقتی سرزنش میشم که وضع مالی نسبتاً خوبی ندارم. جملاتی مانند تو من رو عصبانی میکنی و تو باعث خشونت من میشی، یعنی شما خودتون رو مسئوله خشونت خود نمیدونین. اینو در نظر بگیرین که ما همیشه مسئول مدیریت خشم خودمون هستیم. وقتی روشن و واضح میتونیم فکر کنیم، ناراحتیمون رو میتونیم به طور قاطع assertive اما نه هجومی ابراز کنیم. اگه واکنشی هم که نیاز داریم از شخص مقابل نگیریم و خودمون رو خشمگین تر هم تجربه کنیم، دیگه مجبور میشیم از اون مکان خودمون رو اقلن برای 5 تا 10 دقیقه یا حتی در مواقع بیشتر هم دور کنیم. بررسی کردن عمق خشم یا پشت خشم
خشم خودتون چه احساساتی میگذره میتونه ضروری باشه. مثلا این سوالهایی که از خودتون میتونین بپرسین: آیا از خودم ناراحتم؟ آیا احساس کمبود میکنم؟ آیا احساس ناتوانی میکنم؟ آیا حس میکنم حقم پایمال شده؟ آیا با زور حقم رو میتونم بگیرم؟ آیا اصلاً ارزش سلامتی و روان من رو این مسئله داره که اینقدر به خودم و دیگران صدمه بزنم؟ شنوندگانم، نگرش منطقی از ابعاد متفاوت بعد از پروسس کردن احساسات میتونه واقعا کمک بکنه که منطق و احساس شما از هم دور نباشن. وقتی احساسی ما میخوایم واکنش نشون بدیم، میتونه واکنش دراماتیک باشه یا غیر منطقی باشه که بعدم پشیمون بشیم. توقع داشته باشین که خشم رو تجربه بکنی. کسی که میگه من هرگز خشمگین نمیشم اصلا معنایی نداره، برای اینکه همونطور که همه ما یه موقع غمگینیم، یه موقع خوشحالیم، یه موقع خشمگینیم. فقط موضوع اینه که آیا اجازه میدیم خشم ما به خشونت بکشه یا حلش میکنیم قبل از اینکه به اگرشن بکشه. پس توقع داشته باشین که اون طوری که اطرافیان شما نیاز دارین همیشه با شما برخورد نخواهند کرد. توقع داشته باشین که مواقعی که حد و حدود شما حمله میشه بهش، تا زمانی که متوجه قدرتمندی شما نشن، این موضوع ادامه خواهد داشت. مثلا اگه یکی از نزدیکانتون دخالت در زندگیتون بکنه، شما مسئول انتخاب روش خودتون نسبت به احساس خشم یا دیساپوینمنت خودتون هستین. پس شما تعیین کننده حفظ حریم زندگیتون هستین. خب من شروع میکنم به سوالهای شما عزیزان پاسخ دادن و ادامه میدم. روی خطین دکتر زنده دلم، بفرمایین. الو جونم، روی خطین بفرمایین. سلام عرض میکنم خانم دکتر، خسته نباشین. قربان شما، شما هم همچنین. متشکر، خیلی ممنون از برنامه های بسیار خوب و آموزندتون. ممنون از انرژی مثبتتون. قربان شما. خانم دکتر، من یه سوالی دارم، میخوام بدونم که آیا خشم ارتباطی با افسردگی داره و اینکه این ارتباط چگونه است؟ و دیگه این که آیا به شخصیت ما، پرسونالیتی ما هم مربوط میشه و چگونه؟ حتما. یعنی چه ارتباطی بین اینا وجود داره؟ بله حتما وجود داره. ببینید، وقتی ما راجع به خشم صحبت میکنیم، به اختلال شخصیتی میتونه ارتباط داشته باشه یا مدلی که شخصیت ما شکل گرفته، ارتباط به خلق و خوی ما داره، ما مودمون چگونه هستش. بنابراین ارتباط میتونه تا حدی با افسردگی داشته باشه، مخصوصا با منیک دیپرشن که افسردگی دو قطبی هست و اجیتیتد دیپرشن که یه خشم افسردگی آشفتگیه که یک شخص میتونه تجربه بکنه، انگار که اصلاً توی پوست خودش آروم و قرار نداره. افکار میتونه، بهش میگیم ریسینگ تات، افکار متفاوت سراغش میتونن بیان به طوری که اصلا احساس میکنه کنترل روی این افکار نداره. این شخص میتونه صحبت انقدر تند بکنه که اصلا شما میخواین براش یه ترمز بذارین. ارتباط داره، نمیتونیم بگیم نداره. در بعضی ها هم که افسردگی نهفته دارن، علائم کلینیکی افسردگی رو تجربه نمی کنن ولی فرستریشن تالرنسشون خیلی پایینه، یعنی فوری عصبانی میشن و نمیتونن یک مقدار حتی تحمل داشته باشن، حتی برای خشم فرستریشن درونی خودشون.
اینا همه میتونه واقعا عواملی باشه که با هم دست به دست میده و میتونه ابراز بشه به طور خشونت. و explosive personality disorder، حالا که راجع به شخصیت پرسیدین، یه حالتهایی مثل اسقر ترقه که ما میشناسیم خیلی ها، یعنی کسی که مدام داره عصبانی میشه به طور مکرر، یعنی بالای چشمت ابروه میگین، این شخص ممکنه یه دفعه حالت هجومی با شما رفتار کنه. خشم هم هجومی انفجاری ما داریم به حالت اکسپلوژن، و خشم داریم که انفعالیه، میتونه حالت پسیو اگرسیو باشه و ارتباط با ناراضی بودن داره. حالا کسی میتونه که علائم افسردگی نداشته باشه ولی انقدر از خودش و از دیگران و از دنیا ناراضی باشه که همین نارضایتی رو انعکاس بده با خشمش به بیرون. خیلی ممنون خانم دکتر، خیلی ممنون از برنامه بسیار عالیتون. خواهش میکنم، قربان شما. ممنون از توجه شما و عزیزان به برنامه. قربانتون برم، شبتون فعلا بخیر. قربان شما. شنونده عزیز بعدی بفرمایین. الو جونم، روی خطین، بفرمایین. مرسی، ممنون. سلام عرض میکنم خانم دکتر. من مسئله انگر منیجمنت که صحبتشو میکنیم، یه شرایطشو خدمتون بگم که در زندگی شخصی اصلا مشکلی ندارم با عصبانیت، انگر که بخوام منیجش کنم، ولی در مسئله اجتماعی و شخصی، اون شخصی میشه برای من یا حتی راجع به کشورمون ایران، وقتی میبینم مثلا یه گروهی فضانوردی با پولای مشکوک با بغل روسا میره پرچم جمهوری اسلامی رو تو فضا هوا میکنه، یک کلام از حقوق بشر صحبت نمیکنه، یا اون یکی نابغه، نمیدونم دانشمند نابغه که میره چیچی اسکار رو میگیره، یک کلام از حقوق بشر صحبت نمیکنه، ولی نمایندگی خیلی ها رو در رادیو زیر پا میذاره و معلومه که به خاطر پول نیست. این هدف ببخشید، ممنون میشم، متوجه شدم چون دارین راجع به مدیریت خشم میپرسین، پس منظور شما اینه که از لحاظ اجتماع دلگیرین و این بابت احساس، بله احساس میکنم اینا راحت حق دارن رو جسم خودشون هر جوری میخوان زندگی کنن، تصمیم بگیرن، خودشونو میخوان نفروشن، میخوان بفروشن، مسئله نیست تنشونو بفروشن نفروشن، خانوم باشن آقا باشن. ولی وقتی میان یه اجتماع رو، یه مردم و یه ملتی که در زنجیر هستن، حقوق بشرشون پایمال شده و میان این ملت رو بفروشن، خیلی خشمم میزنه بالا خانم دکتر. خیلی من یه سوال میخوام، نمیشه که ما میتونیم همگی ایرونی باشیم، بله، پرچممون رو میفروشن، بنیاد فرهنگی میاد پرچممون رو زیر پا میذاره، اصلا جامعه مشکل داره، یعنی ملتمون خوبن، یه کسایی میان کار تو کارهای کلیدی و جامعه رو میخوان گمراه کنن و زحمت خیلی هایی که پاکستن و خونسا میکنن. آخه این چه وضعشه؟ شنونده عزیز، صدای خشمگینتون رو میشنوم و درک میکنم. سوالی که از شما دارم اینه، برای شما، من متوجهم این موضوع خشم رو درونتون برانگیخته میکنه، سوالی که دارم، آیا عمق این موضوع به چی ارتباط برای شما داره؟ چه معنایی برای شما داره؟ خانم دکتر، من 8 سالم بود انقلاب شد، 39 سال آمریکا هستم و از اون اول که سن حساسی بودم، 8 سالگی اومدم، خب کمه بدبختی کشور رو از بچگی شنیدم و از راه دور دیدم، حالا از طریق تلویزیون ویدیو، بله، و برام مشکل بود ببینم یه دولتی از استعمار حمایتش کرده، حالا میخواد آمریکا و انگلیس و دموکرات و اسرائیل، هر کی بوده حمایت کرده جمهوری اسلامی رو، و اومدن ارتشیای ما رو، بیگناه ترین
ببخشید. دنیا بهترین دنیا رو گرفتن، شرمنده کردن و بعد سالهای بعد کسای دیگر رو کشتن. ببخشید که من صحبتتون رو کات کردم. پس ببینید، از لحاظ روانشناسی چون برنامه ما راجع به سایکولوژی هستش، اینی که میشنوم از سنتون وقتی پایین بوده و انقلاب شده، واقعا صدماتی رو تجربه کردین که دارین حملش میکنین و همینطور تداعی میشه اون خاطرات منفی برای شما. و اینی که میخوام ازتون بپرسم، تا چه حدی درگیر و نگران و فکر راجع به این موضوع میکنین؟ تا چه حدی پریاکوپاید میشین با این موضوع؟ همیشه هر فرصتی که پیش بیاد فکر کردم. همیشه من بله، و خیلی ناراحت میشم که چجوری حالا یه عده اگر فکر حقوق بشر یا آینده ایران نیستن، اونایی که منفی کار میکنن اونا منو ناراحت میکنن. بله، و هر وقت ما میبینیم که دیگران واقعا منفی کار میکنن، یا همونطور که خیلی از ما شنیدیم که یه نفر 64 ساله 58 نفر رو در لاس وگاس کشت، واقعا اینا دردناکه و تا حدی خشم رو در درون ما برانگیخته میکنه، برای اینکه دلمون میسوزه برای اونهایی که واقعا انسنت بودن و چه واقعا فاجعه میتونیم بگیم بار اومده. ولی هر وقت که شما ببخشید اینو خواستم بگم، شما هر وقت که وقت دارین، اگه بشینید راجع به این موضوع، یا باید بگم واقعا شرایط متاسفانه دردناک فکر بکنین، سوال دیگه من اینه که مواقعی که شما در خلوت خودتون هستین، آیا از لحظاتتون کارهایی رو انجام میدین که لذت ببرین، که افکار مثبت رو هم تجربه بکنین؟ بله، خودم شخصا میگم مشکلی ندارم، متوجهم شخصا ندارین مشکل، ریلکسی هستم، منطقی هستم، مشکلی ندارم. ولی جواب منو هنوز ندادین. جواب میکنم که برام مثبت باشه. بله بله، اینقدر بالاخره زندگی هممون مشغول هستیم که دیگه خودش جزی از زندگیه، میگذره، وقت میگذره. ببینید این جواب نشد، مشغول بودن رفتن. آره در رفتین، حاشیه ای رفتین جلو شما. ببینید مشغول بودن اینی که مثل یک ربات آدم کار بکنه و بعد هم اخبار ببینه و نگران جامعه باشه و مسائل اجتماعی، سوال من این بود که برای تفریحات، برای لذت، برای اینکه وقتتون پر بشه با افکار مثبت، احساسات زیبا، این یه سوالیه که یه جوابی دادین که خودتونم خندیدین. دلم میخواد راجع به این واقعا اینو بررسی بکنید که چقدر وقت دارین روی این موضوع میذارین که برای خودتون واقعا دردناک میتونه باشه. هر موقعی که فرصت بکنم میکنم این کارو، دوست دارم، خوشی و لذت میبرم، و بعضی موقع هم سعی میکنم کار سازنده انجام بدم. مثلا یه درختی هست تو حیات، درخت سوخته، پیگیری میکنم این درخت زده بشه، زیرش سیمان بشه، صاف بشه، یعنی سازندگی میکنم، وقتم رو سعی میکنم به جوری مثبت استفاده کنم، چون از اون لذت میبرم، اون احساسی که یه کار عقب افتاده انجام شده، لذتی از اون میبرم و خوشی رو دوست دارم. بله، چقدر عالی، چقدر اتفاقا قشنگ. همه. از صدای خشمگین رسیدین به صدای آرامش راجع به درخت که صحبت کردین و طبیعت. این نشون میده که واقعا این شیفت رو در خلق و خوتون دارین. همونطور که مودتون میتونه ناراحت و خشمگین بشه، از اون طرف هم میتونید خودتون رو ببرین به اون مثبت. و واقعا تبریک بهتون میگم، ممنون از این که تماس گرفتین. ببخشین که وقت محدود هستش. شنونده بعدی بفرمایین. دکتر زنده دلم روی خطین. الو جانم، روی خطین، بفرمایین. سلام خانم دکتر، خسته نباشید. قربان شما، سلامت باشین. من خیلی زود عصبانی میشم و به شدت کوچکترین چیزی میتونه منو از این رو به اون رو بکنه، بعد یعنی خیلی بلعصبانی میشم، فریاد میزنم، پرخوشگری میکنم.
چقدر صداتون ولی الان آرومه، دارین رانندگی میکنین؟ بله بله من دارم رانندگی میکنم. خب سوالی که از شما دارم اینه که دلم میخواد بیشتر برای من تشریح کنین چه واقعا اتفاقاتی یا چه چیزهایی شما رو عصبانی میکنه، بدون اینکه فکر بکنین چی الان تو ذهنتون داره میاد. ببینید موقعی که مثلا رانندگی میکنم یه نفر خیلی آروم میاد جلوی من رانندگی میکنه، این میتونه منو عصبانی کنه. یا مثلا یه قرار با یه نفر داشته باشم چند دقیقه بخواد سر قرار دیر برسه، میدونید این چیزه خیلی کوچیک میتونه منو کاملا عصبانی کنه. بله با اینکه میگین اینا بزرگتر و جدیتر. ببینید خودتون میگین چیزهای کوچیک ولی معناش دلم میخواد بشنوم. کسی که خیلی میاد جلوی شما یواشی و یواش رانندگی میکنه، دیر میرسه به ملاقاتی که با شما داره، اینو چطور استنباد میکنی؟ چجور انالایزش میکنی؟ دلم میخواد بشنوم اون، به انگلیسی بهش میگیم internal dialogue، یعنی چی تو افکار شما میگذره؟ آیا احساس میکنید بی احترامی به شما شده؟ آیا فکر میکنید حقتون داره خورده میشه؟ از وقتتون داره گرفته میشه؟ همه اینا یه جوری با هم. خب سعی کردیم که وقتی این افکار مزاحم باعث میشه که احساسات منفی رو تجربه بکنین روی این مسئله کار بکنین. مثلا همین موضوع رانندگی که بهش میگیم رود ریج، خیلی ها از چیزهای بسیار بزرگ تو زندگیشون ناراحت میشن و غمگین میشن و ریپرس میکنن یا سرکوب میذارن روی اون مسائل عمیق مهم، و بعد موقع رانندگی، موقع صحبت کردن با اطرافیان، اون موقع به خودشون اجازه میدن که اون درد دلشون رو ابراز بکنن. حالا میتونه از طریق بوق زدن باشه، از طریق داد زدن باشه، یا حتی بد و بیرا گفتن. احساس میکنین شما که این کار رو دارین انجام میدین تو زندگیتون که سازنده نیست؟ بله، بعدش هم سریع پشیمون میشم، ناراحت میشم، میام والا مثلا چرا با این دوستم یا دوست دخترم مثلا بعد صحبت کردم ناراحت شدم، بهش بی احترامی کردم، چرا داد و هوار دادم، میدونید چرا ناراحتش کردم. سریع هم مثلا از این طرف ناراحت میشم، به اشتباه خودم پی میبرم که چرا این کارو کردم، فکرش نکرده بودم، حالا چطوری جبران کنم. پس عزیزم حالا که شما اینو میگین خودتون دارین اقرار میکنین که واکنش و ریاکشن فوری نشون میدین. پس یه زمان سریع. پس اگه شما بتونین به خودتون چند دقیقه فرصت بدین که از منطقتون استفاده کنین و از ابعاد یا دیدگاه متفاوت به هر مسئله‌ای نگاه بکنین، همین منطق شما میتونه کمک بکنه که تا حدی خشمتون فروکش بشه. و آیا وقتی ناراحت هستین مثلا از دوست دخترتون ابراز میکنین از چی ناراحتین، یا تو خودتون میریزین یک دفعه اینو ابرازش میکنید با داد زدن؟ میام خودم رو کنترل کنم که عصبانی نشم، هی تو خودم میریزم یه هم منفجر میشم. همین اتفاقا اول برنامه اشاره کردم و دوباره ذکر میکنم. ببینید اگه ما فکر بکنیم که نباید خشم رو حس بکنیم و خشم رو باید کنترل بکنیم، نگهش داریم، در حقیقت یعنی داریم ریپرسش میکنیم. ولی اگه بتونیم مسائلی که ما رو ناراحت میکنه راجبش صحبت بکنیم، همونطور که اشاره کردم، مثلا من میتونید از دوست دخترتون میتونید یه مثال برای من بزنید که بهتر براتون توضیح بدم چی میتونه شما رو ناراحت کنه راجع به دوست دخترتون؟ مثلا با هم حالا یه جر و بحث خیلی کوچولویی میشه، موقعی که من از عصبانیم دوست دارم، اون موقع اون طرف هم که باش دارم عصبانی میشم، اون طرف هم مثلا آروم باشه و هیچی نگید و من خودم هم بتونم آروم کنم، ولی کافی کوچکترین چیزی بگه دیگه، اون موقع است که من دیگه زمین و زمان رو میخوام مثلا به هم بدوزم. خب ببینید شما همون موقع
اول توقعتون رو دلم میخواد بررسی بکنید. پس ببینید اگه ما توقع داشته باشیم که وقتی که خشمگین هستیم اطرافیان ما رو آروم بکنن یا به ما گوش بدن تا ما آروم بشیم، این خودش یه دیستورشن هستش، یعنی با واقعیت جور در نمیاد، چون همه ممکنه نتونن این اثر آرام بخش رو روی ما داشته باشن. ولی وقتی که شما احساس میکنین ازش ناراحت هستین و خشمگینین، اگه وقت به خودتون بدین، حتی کنار بکشین خودتون رو و بگین من برای چند دقیقه مثلا میرم قدم میزنم، برای نیم ساعت میرم برمیگردم وقتی آرومترم باهات صحبت میکنم، اینطوری محترمانه خودتون رو دور کردین و بعد قشنگ باهاش صحبت میکنید. ولی موقعی که شما از خودتون بخواین که در اوج عصبانیت قشنگ با دوست دخترتون صحبت بکنید، اینجا هم توقع درست و منطقی رو از خودتون ندارید، چون همه ما هنگامی که فوق‌العاده خشمگین هستیم ممکنه ایمپالسیولی یا ناگهانی حرفهایی رو بزنیم که بعداً پشیمون بشیم. پس بنابراین زمان به علاوه این که مدل صحبت کردن یا کامیونیکیشن ما میتونه خیلی مهم باشه و ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که واکنش آرام بخش طرف مقابل برای ما داشته باشه. متوجه این عزیزم؟ هلا. و یه چیز دیگه، نمیخوام وقت شما بقیه هموطن رو بگیرم. بفرمایید. مثلا کسی بخواد به عزیزان من مثلا نزدیک شد یا بخواد ناراحتشون کنه یا اذیتشون کنه، بفهمم یعنی واقعا من دیوانه میشم اینطوری به چون خیلی راحت بگم. میتونم بشنوم منظورتون از این که دیوانه میشین یعنی چی؟ همین عصبانیت دیگه، یعنی انقدر دو یعنی مثلا چطور بهتون بگم، یعنی با عصبانیت میخواین حمایتشون بکنید. سوالی که دارم آیا واقعا حمایت ازشون میشه؟ مثلا چطور بهتون بگم، مثلا بدونم یه نفر داره پشت سرشون بد میگه یا دارن عذیتشون میکنن، دوست دارم مثلا میدونید چطور بهتون بگم. متوجه شدم، میخواین پروتکتشون کنید. آره. آیا عزیزم در زندگی شما مواقعی بوده که احساس کردین نیاز دارین ازتون محافظه بشه و نشده که اینو میخواین جبرانش بکنید با پروتکت کردن دیگران؟ نه، من خانوادم واقعا برام عزیزم، به همین خاطر من چون دوتا برادرم هم از دست دادم، بعد الان دو تا برادرم مثلا پدر مادرم تو واقعا واسم عزیزن. واقعا متاسفم که برادرتون رو از دست دادین. ببینید پس این خودش یه غم بسیار بزرگیه. میتونم بپرسم الان وقت آگهیه، روی خط بمونین و عزیزان دیگه تا بخش دوم برنامه. دوم برنامه هست. دکتر فرناز زنده دل، روانشناس بالینی هستم. موضوع امشب راجع به مدیریت خشم، anger management هست. اینو در نظر بگیرین که پشت خشم مواقعی غم عمیقی نهفته است. شنونده عزیز که داشتین صحبت میکردین که دوتا برادراتون رو از دست دادین، میشه لطف کنین راجبش بگین؟ ببخشید صداتون خوب نمیاد الان، میشه خواهش کنم اگه پنجره ها پایینه؟ ممنون. خب یکی از برادرم 14 سال پیش از دست دادم، یکی دیگرشون هم تقریبا 9 سال پیش. و مثلا کسی بخواد خانواده من از ریش اذیتشون کنه یا حرفی حدیثی خانواده این آدم تو خواهدون این طرح زیاده، خیلی زود ناراحت میشم و عصبانی میشم و
حالت هجومی پیدا میکنم و... معلومه، متاسفم که دوتا برادرتون رو از دست دادین و میتونم بپرسم اگه ناگهانی بوده؟ بله، یکیشون ناگهانی بوده، یکیشون هم که کنسر گرفته بوده. واو، چه احساسی دارین راجبه از دست دادن دوتاشون الان صحبت میکنین؟ تمام خاطرات مثل یه فیلم از جلوی ذهنم رد میشه. فکر کردم صداتون خیلی غمگین هستش، پشت خشمتون واقعا غم هستش. چقدر فکر دوتا برادرتون سراغتون میاد و این احساسات منفی و دردناک؟ خیلی خیلی، بالاخره فراموش که نمیشه کرد. احساس گریه دارین الان؟ یه کمکی گریه هم اتفاقا زیاد میکنم موقعی که حالا بعد مثلا بغل دوست افتادم کلی گریه میکنم تا آروم شم، یا تو تنهایی خودم. حتی معلومه که این موضوع معلومه هیچ وقت فراموش نخواهیم کرد، فقط موضوع اینه که تا چه حدی آیا روی این درد واقعا کار شده که انقدر غمش وحشتناک نباشه. و گفتین که با کنار دوست دخترتون گریه میکنین، در مواقع دیگه چطوری احساستون؟ چقدر غمگینین؟ چقدر خشمگینین؟ تو نرمال اوکی هم، ولی خیلی زود از کوره در میرم، خیلی زود از کوچکترین چیزی میتونه منو از این روز رو عصبانی کنه، پرخوش کنه، مثلا چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد. میتونم توصیه‌ای بهتون بکنم؟ جانم ببینید، هر موقع که احساس میکنین یک دفعه منقلب میشین، یک دفعه اصلا از این رو به اون رو دارین میشین، درست موقعی که از خودتون سوالهایی که بپرسین، به جایی که بخواین به خشمتون بالو پر بدین، سوالها میتونه این سوالها باشن: من از چی ناراحتم؟ چی الان داره منو اذیت میکنه؟ پشت این موضوعی که احساس میکنم وقتم گرفته میشه، بی احترامی میشه به من یا به خانواده من، آیا چقدر غمگین هستم؟ وقتی شما هرچی بیشتر غمتون رو حس کنین، یعنی با درونتون یکی باشین و اینو پروسسش بکنین، خشمتون کاهش پیدا میکنه. رابطه بین خشم و غم خیلی فوق‌العاده جدی هستش و اینیم که میخواین آدمی باشین که ریاکتیو نباشین و واکنش‌های شدید نشون ندین، اوائل که میخواین تمرین بکنین که اجازه به خودتون ندین که به خشونت خشم یا غم شما بکشه، اول مهمه که خودتون رو از اون اشخاص، از اون شرایط تا حدی دور بکنین و بعد دوباره برگردین، تا هم از لحاظ فکری، از لحاظ احساسی بتونین اون مدیریت رو روی خشونتتون داشته باشید. این موضوع میتونه فوق‌العاده به شما کمک بکنه. بله، مرسی از توصیه‌ات. خواهش میکنم. مرسی که وقت گذاشتین حرفه منو شنیدید. مرسی از هموطنه که من وقتشون هم گرفتم و حرف من. شما هم مهم هستین و نیاز داشتین صحبت بکنین و اینو همیشه یادتون باشه که وقتی انسانی هستین که مسائل بزرگ ناراحتتون میکنه ولی میتونین خودتون رو کنترل بکنین، ولی سر مسائل کوچیک میپرین، این خودش نشون دهنده اینه که مسائل مهم تا حدی روشون سرکوب پوشیده میشه و ریپرس میشن و
بیرون ریخته نمیشن، ولی وقتی اتفاقهای کوچیک میفتن اون موقع احساس امنیت میکنی که خشمتون رو ابراز بکنی. بنابراین هر وقت که به غمتون و ناراحتیتون دارین توجه میکنین، اکنالج میکنین و پروسسش میکنین، کمتر خشمگین خواهین شد. بیشتر دوست داشتین صحبت با هم بکنین، میتونید با هم تماس بگیرید. 310-801-0544. متشکر از توجهتون، شب شما به خیر. شنونده عزیز بعدی بفرمایید. دکتر زنده دلم روی خط هستین. وقتتون بخیر خانم، خسته نباشید. قربان شما، ممنون. سوال من در مورد اون آدمایی هست که نمیتونن خشمشون رو کنترل بکنن و به یک بار منفجر میشن و طرف مقابلشون رو به باد کتک و ضرب و شتم قرار میدن، حتی در حد مرگ. حتی اگر بعدا ازشون سوال بکنید که این کاری رو که کردید درست بوده، به خودشون اونقدر باور دارن که کارشون درست بوده. حتی اگر سوال هم از اون مسئله اون جریان بگذره، باز راجع به اون مسئله و اون کاری که کردن ازشون سوال بکنی، باز به خودشون حق میدن، میگن آره من کاری که کردم کاملا درست بوده و اون طرف حقش بوده که از من کتک بخوره. من میخوام ببینم تو ذهن اینطور آدم ها چی میذاره اون لحظه ای که نمیتونن خشمشون رو کنترل بکنن و شروع میکنن طرف مقابلشون رو به باد کتک، حتی در حد مرگ. بله، ببینید، اولا این اشخاص همونطوری که اشاره کردین احساس میکنن که قابل توجیهه، با اینکه صدمات جسمی و عاطفی به دیگران میرسونن، در صورتی که هیچ وقت ما نمیتونیم، هیچ کسی نمیتونه جاستیفای بکنه یا اینکه واقعا بهونه پیدا بکنه برای خشونت و برای صدمه و آسیب زدن به دیگران. و واقعا متاسفم که بعضی ها فکر میکنن که این افکار سازنده هست و درس عبرت رو به دیگران یاد میدن و حتی کودکان و فرزندان خودشون رو به باد کتک میگیرن. یعنی واقعا این افکار بسیار بسیار بیمارگونه هست و این اشخاص حتما احتیاجه که مراجعه به روانپزشک بکنن برای دارو درمانی و روان درمانی، برای اینکه بیشتر این اشخاص گیر میافتن، مخصوصا در آمریکا، و جاشون در زندانه و مجبورشون کرت میکنه که کلاس های انگر منیجمنت رو بردارن. و شما میپرسین آدم با این اشخاص چه کار میتونه بکنه؟ جوابشو شما بذار من یه پرانتز باز بکنم. این شخصی که من دارم در راجبه صحبت میکنم داداشمه، داداش بزرگمه، و اینقدر این مسائل رو تکرار کرد که من الان حدود شاید بگم 34 ساله با ایشون هیچ رابطه‌ای ندارم و یعنی اینطوری میتونم بهتون بگم، یعنی وجودش اصلا برای من هیچ معنی و مفهوم نداره و نمیده، به خاطر اینکه یعنی اگر امروز خبر مرگش رو برای من بیارن، یعنی از یک آدم عادی هم برای من عادی تر، یعنی اصلا من ناراحت نمیشم، یعنی باعث ناراحتی من نمیشه. و بابای من یه مقدار حالتهای خشمگین اینطوری داشت، نه در این حد و به این شدت، ولی من نمیدونم تو خانواده ما فقط تنها داداشم اینطور بود و نمیدونم آیا این مسئله ارثیه و موروثیه یا اینکه چه اتفاقی افتاده تو بچگیش یا چه مسئله اتفاق افتاده که اینقدر آدم خشمگین در حد انفجاری، یعنی اینقدر توصیفش مشکله. بعضی موقعا که ما تازه ندیدم یه آدمی در این حد بخواد به یک باره منفجر بشه و یه حالت دیکتاتورشپ داشته باشه که مثلا حتی اگه ایش در حین کتک زدن از شما یه سوالی میکنه، جوابشو که میدیم میگه غلط کردی جواب دادی، یعنی در این حد، یعنی حتی اگرم سوال میکنیم جوابشو میدیم باز شدتش بیشتر میشه، شدت کتک خوردن، شدت ضرب و شتمش، یعنی یه حالت نارسیسیس دیکتاتورشپ دارن. نمیدونم اگه اینو درست گفته باشم در مورد اینطور آدم ها، در این حد بله. وقتی که در این حده هم اختلالات شخصی اینجا وجود داره که اشاره کردن بهش میگیم اکسپلوسیف پرسنالیتی دیسوردر، که واقعا یه آدم عین یه بمب میترکه و احساسم میکنه که اشکالی نداره کاری که میکنه، حق دیگران بوده که کتک
واقعا آسیب دیده بشه به آره. این موضوع و اختلالات روانی هم هست. فکرشو بکنید، کسی که کنترلشو از دست میده، ایمپالس کنترل نداره و به اوج خشونت میرسه و میتونه به حدی یکی رو بزنه که به حد مرگ برسونش، یعنی واقعا میتونه این شخص دچار منیک دیپرشن باشه، یعنی در فاز شیدایی، در فاز مینیا، اهمیت هم نده به نتیجه کتک، یعنی اهمیت هم نده در اون موقع که شاید برادرش یا دیگران رو داره میکشه. این موضوعیه که واقعا این شخص احتیاج به کمک داره و اتفاقا چه علامت مثبتیه که دارین شما راجبش میپرسین. شاید هم بخشی از ناخودآگاه شما میخواین بتونید یه جوری ببخشینش و درگیرش نباشین. نه اون من اونو سالهاست بخشیدم درون ذهن خودم، ولی همیشه برای من یه سوال بود که توی خانواده پرجمعیت چرا یکی باید اینطوری اینقدر اکسپوز انفجاری باشه که بخواد به خودش اجازه بده تمام خواهر برادرش رو بزنه، چون که برادر بزرگ خانواده. خب دیگه همیشه همونطور... آره ببن... همیشه از تنبیه به عنوان یک ابزار استفاده میکنن. اینا معلومه که از ابزار استفاده میکنن برای اینکه درونشون احساس میکنن که اتفاقا ناتوانن. کسی کتک میزنه، آسیب میزنه که خودش احساس مثبتی نسبت به خودش نداره و از ابزار استفاده میکنه. ولی یه سوال اینجا برای من مهمه. براش خیلی مهم بود که همه بگن he's a good guy، یعنی براش رپیتیشنش خیلی براش مهم بود. مثلا آدمی که حاضر مثلا با یه نفر بره بیرون $1,000 خرجش بکنه که فقط بگن wow he's a good gentleman he's a good guy، یعنی مثلا یعنی یه تضاد خیلی بزرگ، یا حالت انفجاری یا حالت اونطوری، بعد یه منطقه حاضر همه کار بکنه که خودشو خیلی خوب و بهتر و مهربون و دست و دلباز و یک انسان کمک کننده و خیرخواه نشون بده و رپیتیشنش که خوب باشه و خودشو خوب نشون بده، از اون برم براش خیلی مهم بود. این تضاد من نمیتونم حل و فصلش بکنم. نمیدونم این تضاد چه چیزی باعث میشه که اونطوری عمل میکنه، ولی برعکسش مثلا میتونه یه گودگای هم بشه فقط به خاطر اینکه بتونه رپیتیشن خوبش رو حفظ بکنه. خب همین دیگه، ببینید موضوع دوگانگی اینجا، موضوع بله. همین مسئله دو قطبیه و همین مسئله ناکامیه. درونش بله. احساس میکنه که اتفاقا کافی نیست و قدرتمند نیست و وقتی که کتک میزنه و آسیب میرسونه احساس میکنه که کنترل میتونه بکنه و میتونه اون احساس توانمندی رو از درونش احساس بکنه و این ضد و نقیضه با اون بخش دیگرش که میخواد بخشنده باشه، میخواد جنرس بله. باشه، میخواد خوب باشه. و همین موضوع که ما بهش میگیم منیک دیپرشن، افسردگی دو قطبی، موقعی که در فاز مینیا قرار میگیرن اون موقع دیگه اون رپیتیشن براشون اهمیتی نداره، برای که اصلا نتایج کارشون رو در اون لحظات نه میبینن نه حس میکنن نه اهمیتی براشون میدن. من بهترین تصمیمی که برای خودم گرفتم این بود که دیگه رابطه ما به طور کامل باش قطع بکنم. الان حدود خیلی ساله و از اون روز خیلی حالم بهتر شد، یعنی هیچ احساس نمی کنم که یک برادر رو از دست دادم. ولی گاهی وقتا فلشبک های میاد توی خواب، به خصوص موقعی که خوابیدم، که همش ما دنبال همین و می خواهیم به همدیگه ضربه بزنیم، یا بیشتر من در حال فرارم متاسفانه، ولی اون همش می خواهد به من ضربه بزنیم، یا حتی بعضی موقع مثلا حتی توی خواب چاقو دستش میبینم که میخواد حتی در حد چاقو به من منو با چاقو بزنه. بله، برای که ببینید شما آره. انقدر تروماتایز شدین و آره. آسیب دیدین، این باعث میشه که اتفاقا موقع خواب، موقعی که سابکانشس مایند ما بیداره، یعنی ضمیر ناخودآگاه ما داره کار میکنه بله. و از طریق کابوس دیدن که با چاقو دنبال شما میفته، دارین اتفاقا اون ترس و اون اتفاقهای ناگواری که براتون افتاده رو ذهن شما داره مرور میکنه و یه جوری میخواین این موضوع براتون حل بشه، ولی هنوز من فکر نمیکنم شده، چون ببینید بخشش واقعا یه ابزاریه که فوق‌العاده قویه و تأثیر میذاره و بله. شما میگین بخشیدینش، ولی
از اون طرفم باهاش 34 سال هیچ رابطه‌ای ندارین و هنوز این صدمات شما رو داره هانت میکنه، یعنی شما رو هنوز این یک فلشبک داره تداعی میشه و مرور میشه. پس هنوز این PTSD هست و ادامه داره و تا وقتی که روش کار نشه متاسفانه میتونین درگیر این موضوع باشین. خب چه کار باید کرد که دیگه درگیر این موضوع نباشیم و خودمون رو رها کنیم؟ خوشحالم که پرسیدین. ببینید وقتی که راجبش ما بهش میگیم، به فارسی بتونم براتون بگم، وقتی که راجع به این صدمات دارین صحبت میکنین و این صدمات تا حدی در روان درمانی ترمیم میشه و صحیح میشه، این موضوع باعث میشه که یه مقدارش، نه اینکه بگم همش به کل از یادتون میره، تا حدی کنار میافته. ولی هرچی بخواید سعی بکنید فرار بکنید و فکرش رو نکنین و فکر بکنید که خاطرات هم میتونین بندازین کنار، دور ریخته نمیشن، هنوز شما رو اذیت خواهند کرد. هر ترامایی، هر صدماتی رو که ما در زندگی تجربه بکنیم ولی وقتی روی این مسائل کار نشه هنوز ادامه پیدا میکنه، حتی در ضمیر ناخودآگاهمون به طور میتونه حتی وحشتناکم باشه. از سالاش که دیگه میبخشید صورتون قطع کرد، من البته سالاش که دیگه از این خوابا نمیبینم، ولی هر موقع میدیدم در مورد بود الان. ولی خب خوشبختانه از موقعی که شروع کردم این مقدار روانکاوی و یه سری کلاس ها رو برداشتم، برها هم حالم خیلی خوبه، هم روانم خیلی. پس شما جواب خودتون رو خودتون دادین، خیلی هم عالی. من بیشتر مورد سوالم این بود که تو ذهن اینطور آدم ها چی میگذره که به صورت وحشیانوار میتونه، حتی همونطور که گفتید آدمی بود که میتونه حتی بکشه طرف و بدون که حتی بخواد، یعنی اگه زندانم میفتاد حتی تا پای دارم بره میگه نه من کاری که کردم درست بوده، یعنی در این حد، یعنی خب در این حد که بله عزیزم، برای اینکه این شخص این پاسیو میشه وقتی که توی شرایطی قرار میگیره که اصلا منطقش کار نمیکنه، دیگه اهمیت نمیده تا اعدامش هم حتی بکنن. بله خب پس ببینید، تو هم اختلالات روانی، اختلالات شخصیتی، ژن ارثی، شرایط زندگی، افکار واقعا مخرب، تمام اینا دست به دست میده. ممنون از توجه شما به برنامه. اگه سوالی ندارین میتونم شنونده بعدی رم رو خط بیارم. شب شما بخیر. شبتون بخیر خانم دکتر، سپاسگزارم از برنامه خوبتون. خواهش میکنم جونم. من میخواستم ببینم آیا خشم ریشه‌ای در ترس داره، یا افرادی که خشمگین میشن ترسی دارند که از اون ترس خشمگین میشن. و یه سوال دیگه دارم، آیا خشم میتونه به خاطر این باشه که مسائلی رو نمیشه حل کنن پیش خودشون و اون مسئله همینطور ادامه پیدا میکنه که به خشم تبدیل میشه؟ بله ببینید، وقتی ما ریشه یابی میکنیم، شخصی که بسیار خشمگینه و خشم منجر به خشونت میشه، هم ترس از این داره که یک چیزهایی رو تو زندگی از دست بده و اینی که امکانش بسیار زیاده که چیزهای مهمی رو اتفاقا از دست داده، میتونه امنیتش بوده باشه و غیره، و همین ترس میتونه متاسفانه این شخص رو به جایی بکشه که بخواد کنترلش رو به دست بیاره ولی به طور بیمارگونه. و مسائلی هم که ارتباط داره چه به گذشته چه به زمان حال که حل نشدن، این هم میتونه منجر بشه به خشونت. خوشحالم که واقعا همگیتون شرکت در این برنامه کردین و خطا پر هستن، متاسفانه نمیتونم به شنونده های دیگه عزیز پاسخ بدم. هفته آینده سه شنبه شب و چهارشنبه شب ساعت 9 با شما هستم و اونهایی که امشب نتونستم به سوال هاتون پاسخ بدم میتونین هفته دیگه حتی اگه مطلب راجع به خشم هم نباشه روی خط بیاین و سوال بکنید و شمارم هم هست 310-801-05-44. شب همگیتون خوش و آروم.
راه زندگی. برنامه ای از دکتر فرناز زنده‌دل، روانشناس بالینی. We'll be right back.